خب برای کار امروزمون هم من گل کوکب رو در نظر گرفتم آقای شجاعی مهر. همطور که قبلا گفته شده از شیشه های تلقی استفاده میکنی، شیشه هایی که نقش داشته باشه، به هیچ عنوان کار نکنی شیشه های رنگی حالت آبی که مال آب هست، اونا اصلا به درد کار شما نمیخوره. حالا یکی این شیشه رو داریم ما ببینیم، چون خیلی عجیب و غریبه، باور کردن نیست که دفعه قبل آورده بودم آقای شجاعی. بله. شیشه های نوشابه، بله، قسمت مرکزش که ثابت هست، من پایین و بالاشو بریدم جدا کردم و فقط تیکه‌ای که به درد کار من میخوره رو بردم. بله. به صورت یک ورق شده الانه، روی اونو سنباده باید بذاریم که این مراحل رو من قبلا برای شما انجام دادیم. بله، انجام دادم. به صورت دورانی هست، به این صورت هم پشت و هم رو تا کاملا مات بشه. بله. خب برای الگوی گل کوکب نیاز به یک کاغذ داریم، به یک الگویی که 12x12 سانتی متر مربع، 12x4 لا کردم. وقتی که 4 لا شد، سه قسمت مساوی و حالا نوبت قیچی کردن اونه که این کارم من برای شما انجام دادم، البته براتون انجام میدم، یک بار از این سمت و یک بار دیگه از این سمت. به این صورت کسانی که الگو در دسترس ندارن خیلی راحت میتونن که این گل رو بسازن دیگه. خب از این الگو شما 1 تا 2 عدد نیاز دارید، به ترتیب نیم سانتی متر کوچیک میکنید، 1 یا 2 تا نیاز دارید، باز نیم سانتی متر دیگه کوچیک میکنید 1 دونه و نیم سانتی دیگه کوچیک میشه 1 دونه، مجموعه شو 4 سایز. خب اینا روی همون شیشه ای که سنباده زدین، تلقی که سنباده زدین میذارید، برش میزنین و به تعدادی که گفته شد از ابر و رنگ روغن استفاده میکنید. کار قبلیمون رنگ آکرولیک بود و این دفعه رنگ روغن. خب یه مقدار رنگ قرمز شماره 1 یا 17، هرچی که در دسترستون هست، هیچ مهم نیست، فقط ما میخواییم قرمزی کار رو به شما بده. کاملا رنگش میکنیم، یه مقدار رنگ 28 که رنگ 28 همون بنفش هست، بنفش میل به قرمز هست، باز اینم میزنیم و لبه ها رو تیره تر میکنیم، کاملا محوه هم باید بشه. پشت و رو رنگ میشه. خب فرض میکنیم که پشت و رو الان رنگ شده و نوبت اتو رسیدن اون میشه. از چراغ الکلی، اگه چراغ الکلی موقع در دسترس نیست، از اجاق گازتون استفاده بکنی. سمتی که هلال هست به سمت شعله باید باشه، یه مقدار میگین روی اون و سریع حالت میدین. تک تک گلبرگ ها به همین صورت، تمام قیچی ها باید تا مرکز بره، وسط اون رو با هویه باید سوراخ بکنی. او توی هیچ کدوم از گلبرگ ها فرقی با هم دیگه نمی کنه. یه ساقه نیاز داریم، سر ساقه رو باید خم بکنی. فقط نکته ای که هست، گلبرگ های کوچیک حتما باید شکسته بشه و از انتها جمع بشه، این یه مقدار دیگه چیدن میخواسته. یه کمی نگهش میداریم تا این کاملا جمع بشه، این برای قنچه استفاده میشه و فقط همین یه گلبرگه که اینطور جمع میشه، بقیه گلبرگ ها نیاز به این کار نداره. خب طبق همون اندازه هایی که داریم، اولین سایز گلبرگ داخل 1 دقیقه زمان داریم. بله بله، من سریع این رو دیگه جمعش میکنم. گلبرگ ها به همین ترتیب داخل ساقه میره. سمت داخل گلبرگ به سمت بالا، اگه اینجا رو دقت بکنین، چون که من اندازه شیشه به اندازه نبوده که گلبرگ من جا بشه، یه قسمتی از اون رو استفاده کردم، سه گلبرگ بقیه که اضافه میشه و در نمیاده از جای دیگه شیشه استفاده میکنم. یعنی شما میتونین از این روش هم برای گلبرگ های بزرگ استفاده بکنین. دو تا گلبرگ رو روی هم گذاشتم، الان اگه دقت کنین اینجا بریده شده، چون شیشه من همچین قطر گلی رو نمیداد. باز این هم داخل و
بقیه با چسب حرارتی جایگزین میشه. با همین ظرافتی که خانم امیریان میگن باید انجام بشه تا این گل انقدر طبیعی در بیاد. بله، چون اینجا فرصت کم هست، شما با وقت بیشتری این کار باید انجام بدین. نمونه کامل اون اونجا هست که در نهایت هم شما میتونید که گلتون رو واکس بزنین. یعنی اینکه به کمک ابر یه مقدار رنگ تیره رو به ابرتون میزنید و در نهایت روی گلبرگ‌ها می‌کشین. انشالله هفته آینده خانم میدان چه آموزشی دارین؟ انشالله اگه باشه روباندوزی رو باز به سبک جدید و بله. اگه باز هم بینندگان تقاضا داشته باشن گل با مواد خدا بسید. کنه برای یه گل تقاضا باشه، چون من هر بار میخوام بیشتر یاد بگیرم و بهتر بکنم. خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم و سپاسگزارم خانم میدان، دست شما درد نکنه. بسیار عالی.